شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. برنامه حقیقت چیست این هفته را مختص ساختیم به کارکردهای حکومت وحدت ملی و همچنان چالش های فراراه مبارزه با فساد اداری. فساد یکی از عمدترین چالش ها و یکی از عمدترین مشکلات برای مردم افغانستان، حکومت وحدت ملی و همچنان سبب نگرانی عمیق جامعه جهانی شده است. و اینکه در راستای مبارزه با فساد چی کارکردهای حکومت افغانستان داشته و با چه چالش های روبرو بوده است، با محترم محمد حسین فخری، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، مصاحبه ای را اختصاص دادیم که توجه شما را بدان معطوف می داریم. بسیار زیاد تشکر جناب فخری صاحب، از اینکه وقت دادین. سلامت باشید فخری صاحب. قسمی که در مقدمه هم یادآوری کردم، یکی از مشکلات عمده در افغانستان فساد است. ای که تا چه اندازه به صورت عام دولت افغانستان در این عرصه در مبارزه با فساد موفقیت داشته و به صورت خاص اداره شما میخواستیم شما بشنویم. مبارزه با فساد کار بسیار مشکل و زمانگیر و بغرنج است، بخصوص در حوزه سیاسی و نظامی فعلی افغانستان، بخصوص در 15-20 سال اخیر که در اینجا ادارات و نهادهای ابتدایی ایجاد شد و در این حال مقدار بسیار بزرگی پول و سرمایه به این کشور سرازیر شد و اداره و نظارت و کنترل مقدار پول با این شرایطی که یک کشور جنگ زده با او مصادف بود بسیار دشوار و حتی در بعضی موارد مهار رو قطع کردن از این بسیار به یک امر مستحیل و ناممکن بدل شده بود. به اون لحاظ به هر صورت دولت مکلف است که مبارزه بکنه با فساد و اگر نکنه خسارات و مشکلات بسیار سنگین را بار میاره که شما بیشتر و بهتر میفهمید. کارهای صورت گرفته در طول 13-14 سال و بخصوص بعد از این که امی اداره ایجاد شد 10 سال قبل، ولی این کارها با وجود که ابتدایی بود، با وجود که یک تشکیل نو تأسیس بود، با وجود که هنوز به کرسی ننشسته بود امی بعض اجرات از این، ولی نمیتونه پاسخگوی تمام مطالبات مردم و نهادهای بین المللی و حتی مقامات رهبری باشه. باید بیشتر از پیش کار تقویه شود و زمینه های کاری میسر شود تا با یک موفقیت برسیم که حداقل به طور نسبی هموطنان خود راضی بسازیم. جناب فخری صاحب، قسمی که ما در جریان قرار داریم، استراتژی مبارزه، استراتژی ملی مبارزه با فساد در افغانستان تدوین شده و اداره شما مسئولیت تطبیق از او را داره. قسمی که شما هم گفتین مشکلات وجود داره، چالش های بسیار زیاد وجود داره و کوشش شما کردین که تا حدی را بتونین رضایت مردم را فراهم بسازین، ولی همون قضایی را که شما پیگیری کردین و به نتیجه رسیده باشین، اگر از او یک یادآوری بکنین. ما در زمانی که صلاحیت بررسی را داشتیم در حدود 400 دوسیه را ما به لویسان والی تسلیم دادیم. در این 400 دوسیه یک عده از این دوسیه مقامات دولتی، حتی اعضای کابینه، موینا، والیا، رؤسا هم شریک و دخیل بودن در یک عده از این دوسیه. و ما در اون زمان هر ماه حداقل تا 9-10 دوسیه فساد اداری را به لوی ساروالی تقدیم میکردیم، ولی متاسفانه امی سال 92-93 ما به یک رکود مواجه شدیم. رکود از چه قادر؟ اول خونو یک مسئله بسیار بزرگ ملی هم مسئله انتخابات ریاست جمهوری بود که نتایج از او بسیار به تاخیر رفتید، بعد از او مسئله کابینه چندین ما را در بر گرفت. در سال 92-93 طور شاید و باید کار در این مورد صورت نگرفت. متاسفانه در پالی مسائل اجتماعی و سیاسی در اواخر سال 93 یک فیصله به صور شتاب زده از جانب کابینه صادر شد و همین صلاحیت های بررسی ما گرفته شد. همین صلاحیت های بررسی که گرفته شد ما نتانستیم بعد از او یک مثلا ما یک 8-9 یا 10 دوسیه که به ساروالی من روان کنیم، ما نشد.
شما فخری صاحب، شما قبلا گفتین که تعداد بسیار زیاده با لویس رانلی شما احاله کردین و به خاطر پیگیری از او. موضوع ای است که نتیجه از او چی شده؟ موضوع هماهنگی میان شما و ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان تا چی حد؟ متاسفانه راستی هم گزارشات چی نمیشه و شما میفهمین که اداره محترم لویس رانلی و خصوص قضای مراجع بسیار رفیع است از لحاظ مسائل حقوقی و عدلی و قضایی. یعنی ما دو مراجعات مکرر کردیم، مکاتب رسمی روان کردیم، ولی اونا خود و مقاماتشان خود تابع گزارش دهی بر ما نمیدانستند متاسفانه. ولی در این اواخر که شورای عالی حاکمیت قانون ایجاد شده، مرکز عدلی و قضایی ایجاد شده و در اونجا مقامات رهبری دولت بخصوص شخص رئیس جمهور چی است، ما در این اواخر نمی روابط و همکاری و پاسخ‌دهی و گزارش دهی را به دیگر عملی کردیم و حال فعلا امی اجرا و تطبیق میشه. تشکر فخری صاحب. که از باب ایجاد فساد، ایجاد ادارات موازی است. با وجود از اینکه داره علی مبارزه علیه فساد اداری به شکل که شما گفتین کارهای خود را پیش برده و بسیار صادقانه پیش برده، رئیس صاحب جمهور مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد هم ایجاد کرده. چی فکر میکنین که کارکرد مرکز عدلی و قضایی با کار شما چی تفاوت خواهد داشت و چی نوع هماهنگی بین شما ایجاد خواهد شد؟ تفاوت زیاد داره. ببینین ما قضایا را بررسی میکنیم و اگر ایجاب تعقیب عدلی را کرد، ایجاب تحقیقات را کرد، ما به لوی سارنوالی تقدیم میکنیم. لوی سارنوالی یک مرجع تحقیق است، باید تحقیقات دوسیه را تکمیل بکنه، اسناد و شواهد لازمی محکمه پسند باید در دوسیه پیدا بکنه و توصیف جرمی را باید انجام بده. بعد از او دوسیه میره در مرکز عدلی و قضایی، نه در بخش محکم میشه. یعنی ما یک مرحله ابتدایی هستیم و بعد از این باید سارنوالی و دوسیه را تکمیل بکنه، موال محکمه بکنه. یعنی ما امرای سارنوالی و قضا، یعنی ادارات موازی شمرده شدن. منظور من فخری صاحبی است که اداره شما قضیه را به گونه ابتدایی تحقیق میکنه، شکایت دریافت میکنه، سرش کار میکنه، دوسیه را تکمیل میکنه، به سارنوالی روان میکنه و این پروسیجر عدلی خود تایم میکنه و بالاخره به محکمه میره. دلیل از این که مرکز جداگانه ایجاد شده چی است؟ این مرکز جداگانه برای تمام دوسیه ها ایجاد نشده. این مرکز جداگانه یا مرکز عدلی دوسیه و قضایی صرفاً و صرفاً دوسیه های سنگین جرایم فساد اداری رسیدگی میکنه. دوسیه که مربوط مقامات عالی رتبه باشه، اعضای کابینه باشه، معینا باشه، جنرالا باشه، یا مثلا فسادهایی که چند میلیونی باشه، بیشتر از 5 میلیون یا بیشتر از 1 میلیون، یا قضایای مثلا در تطهیر پول و مسائل بانکی و مسائل قضایای بسیار سنگینه، قضایای جرایم سنگینه رسیدگی و اجرات میکنه. یک موضوع جناب فخری صاحب که بسیار در نزد مردم از وجود داره، مقامات پیشین حکومت که به قضایای مختلف فساد که اختلاس است و رشوه است و سوء استفاده از موقف شوند، متاسفانه که دوسیه‌ای از اونا متر راکت مانده. در مورد از او آیا تصمیم گرفته شده که از طریق مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد بررسی شوند، بررسی مجدد شود؟ فعلا تصمیم همی است که به نوبه اول کسایی که در حکومت وحدت ملی عضویت داشته و متاسفانه جرایم سنگین فساد اداری مرتکب شده، امی قضایاش از طریق مرکز عدلی و قضایی رسیدگی شده. با تعقیب از دوسیه های قبلی و دوسیه های پیشین هم تحت رسیدگی قرار میگیره و ای به خاطر این فیصله از جانب شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تصویب رسید که کدام سوی تفاهمات سیاسی و غیره را ایجاد نکنه. یکی از تعهدات حکومت افغانستان هم مبارزه جدی با فساد است و حتی میشه بگویم که یکی از شرطهایی که کمک‌کار جامعه بین‌المللی به افغانستان تا 4 سال آینده فراهم خواهد ساختن مبارزه قاطعشان است. در این رابطه شما چه فکر میکنین که برنامه شما دارین وقتی که هیئت رهبری حکومت از بروکسل اینجا میان، شما جدا یک برنامه طرح جدید، استراتژی جدید در قسمت مبارزه با فساد یا به مو شکلی که در گذشته بوده فقط همون قدم های گذشته را تعقیب میکنین؟
در جلسه اخیر شورای حاکمیت قانون به می به تصویب رسید که بعد از این که هیئت عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان از بروکسل بازگشت میکنه، نظر به مصوباتی که در او کنفرانس صورت میگیره و تعهداتی که دولت میتن، باز یک سلسله تصامیم جدید یا پالیسی های جدید از طرف مقامات عالی رهبری دولت اتخاذ میشه و ادارات دخیل در امر مبارزه با فساد اداری طبق امو پالیسی های جدید باید کارهای خود، برنامه خود و اهداف خود عیار بسازه. و ما فکر میکنم کار در این عرصه پس از بازگشت این هیئت و مقامات تقویه میشه. بسیار زیاد تشکر جناب فخری صاحب. به عنوان سوال اخیر در مورد ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی چه فکر میکنید؟ تا چی اندازه شما موفق بودین و ای که معلومات دقیق نیست، کارکرد شما یا پلان شما در این رابطه چی خواهد بود؟ مسئله ثبت دارایی در حکومت وحدت ملی پیشرفت های خوبی را نصیب شده و دلیلش همی است که شخص رئیس جمهور در این مسئله بسیار قاطع و جدی است و اولین فرمه که ثبت شد دارایی های شخص رئیس جمهور بود. تمام اعضای کابینه دارایی خود را ثبت کردن، همچنین مقامات رهبری دولت و جز از یک دو سه مقام تمامشون دارایی خود را ثبت کردن. ما چند مرحله داریم در مسئله ثبت دارایی. بسیار خوب فرض کردیم. ثبت دارایی را شما یک تحقیق هم میکنین که دقیق است، واقعی است یا غیر واقعی است؟ امیر ما برای شما عرض میکنم مسئله ثبت دارایی چند مرحله داره. یک دارایی ثبت میشه، شخص یا مقام دارایی خود خودش باید تمام جزئیاتش را ثبت بکنه. وقتی که این ثبت شد طبق احکام قانون اساسی و ماده 154 باید این نشر شود که ما دارایی تمام مقامات در جریده ملی انیس نشر کردیم. بعد از او اگر مردم کدام معلومات اضافی داشته باشه باید بر ما خبر بده که متاسفانه در این مورد همکاری طور شاید باید صورت نمیگیره. بعد از او باز ما دارایی ها را مرحله دومش رسیدگی و تدقیق است. این ما از طریق مراجع مالیاتی، اداره مثلا آیسا، شاروالی، املاک، بانک ها و همچنین مثلا از ترافیک یا در مورد دارایی ها و مسائل دیگه از اینا معلومات اخذ میکنیم. وقتی اون معلومات اگر آمد و معلومات رسید با فرمی که خود شخص ثبت کرده مطابقت داشت خوب، اگر نداشت باز ما سوالات اضافی به شخص یا به مقام معول میکنیم که توضیح بده که چرا مثلا یعنی مسئله را کتمان کرده یا طور درست تذکر نداده و یا منبع پولی را از این دارایی را از کجا کرده. این سوالات بعدی را ما میکنیم. چه جا تشکر. تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید.